مهناز هستم و الان در حال حاضر 5 سال هست که به همراه همسر و پسرم ترکیه زندگی میکنم. خب من قبلا توی کشور زندگی میکردم که همه مسلمون بودن، یک کشور اسلامی بود و منم مسلمون زاده بودم به ناچار، و شاید این خب یه ذره چیز باشه ولی همیشه میگفتم که من مسلمون نیستم، یعنی من فقط مسلمون زاده هستم، و همیشه بر این باور بودم، اینو باور داشتم که هر کسی باید خودش دین خودش رو انتخاب کنه، یعنی هر کسی آزاد این آزادی رو داره که خودش دین خودش انتخاب کنه، و من اگر مسلمون زاده هستم این مشکل من نیست، دست من نبوده، اینجوری به دنیا آمدم. زمانی که من خب خیلی جوون بودم، یعنی حتی توی سن 22 سالگی، من دوست مسیحی داشتم اون موقع که ارمنی بودن مسیحی بودن، مثلا 2 تا 3 تا دوست اینجوری داشتم که باهاشون خب در ارتباط بودم، مدام میدونستم مسیحیم و من از اون موقع خب دوست داشتم مسیحیتو، چون دیده بودم اینا کلیسا میرفتن، حتی توی تهران یه کلیسایی هستش الان دقیقه اسمش یادم نیست، مثلا خیلی به سختی من با اینا یکی دو بار به اون کلیسا رفتم که از نزدیک ببینم، مثلا حسش کنم که چجوری، دوست داشتم تحقیق کنم راجع به مسیحیت، دوست داشتم بدونم چجوریه، حالا راهش، روشش، مثلا عیسی مسیح رو بیشتر بشناسم، چون خب خیلی ازشون میشنیدم میگفتن، که به سختی تو این کلیسا رفتم و یه احساسی داشتم، من توی این کلیسا که رفتم یه حس خیلی قشنگی به من دست داد، یه اصلا انگار که قلبم هوری ریخت، یا اون چجوری بگم، اون آرامش اونجا، اون آرامش محیط اصلا انگار یه جوری روی من تأثیر گذاشت، من که از قبل خب زمینش رو داشتم، دوست داشتم، و اون صحنه رو که دیدم خیلی بیشتر راغب شدم که بیشتر راجعش تحقیق کنم، حتی از اون زمان به بعد که بیشتر دوست داشتم کتاب انجیل رو بخونم. اینجوری شد که من کم کم با مسیحیت آشنا شدم، گفتم بهتون که با این دوست ارمنیم خیلی در ارتباط بودم، و خیلی به طور اتفاقی یه همسایه‌ای داشتیم ما که اینا مسلمان بودن و خیلی سالها بود که مسیحی شده بودن و من اصلا خبر نداشتم از این موضوع، نمیدونستم، با اینکه رفت آمد میکردم به خونهشون، میرفتم میومدم، ولی خب هیچ اطلاعی نداشتم. توی ایران خب خیلی سخته این که بخوای کلیساهای خونگی برگزار کنی یا حتی بیان کنی به دوست، نزدیکترین دوستت که من مسیحی هستم، خیلی سخته و ریسکیه این مسئله، و خب این سالها بود منو میشناخت دیگه، اعتماد داشت به من، میدونست من خب کیم، کجا میرم، کجا میام، چجوریم و اینا، حتی اعتقادات هم چجوریه، که به جسارت کرد و به خوش اجازه داد به من گفت، گفت مهناز ما سالهاست که خونوادگی مسیحی شدیم و توی خونه کلیسای خونگی برگزار میکنیم، اگه دوست داری میتونی بیای توی یکی از جلسه های ما مثلا شرکت کنی که ما داریم دعا میکنیم، نه جلسه مثلا به خاصی نه، گفت فقط دعامونو بیا، توی دعامون شرکت کن، برای تو هم دعا کنیم، اگه مثلا مشکلی داری، دل، حتی فقط اگه دلت گرفته ما برات دعا میکنیم. گفتم باشه، من بگین کی هستش که من میام. حالا اون شبی که به من گفت من رفتم، و اینا خانوادگی دور میز خیلی ساده نشسته بودن، یه دونه کتاب انجیل بود گذاشته بودن و شمع روشن کرده بودن، دعا میکردن. من خیلی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی انقدر قشنگ، صمیمی، ساده دعا کردم و انقدر این دعا روی من تأثیر گذاشت که من حتی راغب شدم، گفتم لطفاً اگه میشه کتاب انجیل رو بدین، چون من از جایی نتونستم پیدا کنم، که من کتاب انجیل رو میخوام بخونم ببینم چی نوشته، چی گفته راجع به مسیح، چی هست. گفتم باشه، که من این کتاب رو گرفتم، از اون روز دیگه راغب شدم، مدام تو جلسه هاشون شرکت کردم و خیلی دوست داشتم، چون حس خیلی قشنگی به من میداد، مثلا حس آرامش درونی، ذهنم، جسمم، روحم، اصلا خیلی آروم شده بودم، این آرامش رو دریافت کرده بودم. از اونجا شد که به من گفت مهناز، بشارت رو به من گفت مهناز دوست داری مسیحی بشی، میخوای مسیحی بشی؟ گفتم آره، ولی
یه خورده میترسم چون توی ایران هستیم. میگن که همیشه به ما گفتن توی مدارس، توی حالا هر جایی که رفتین، مثلا کلاسای مختلف، هر جا که جا آموزشی هستش، میگن از دینت که برگردی مرتد میشی و این حتی خطر زندان بازداشت داره، زندان رفتن داره، دستگیری داره، همه چی، خانواده به خطر میفتن که حتی امکان داره مثلا حتی آزادت هم نکنن، سالهای سال بمونی. و این بزرگترین خطر توی ایرانه که خیلی ها میترسن که از بخوان به مسیحیت ایمان بیارن بخوان. ولی خب من چون خیلی توی جلسات اینا شرکت میکردم، دیگه تصمیم جدیمو گرفتم که ایمان بیارم به عیسی مسیح و اینطوری شد که من ایمان آوردم. چجوری بگم، در پوست خودم نمیگنجیدم، اینقدر برام خوب بود اون حس، اینقدر برام تجربه قشنگی بود که یعنی میتونم بهتون بگم که بهترین روز زندگیم بود اون روز. احساس میکنم دوباره متولد شدم، دوباره وجود من به وجود اومد، یعنی عیسی مسیح انگار دوباره منو به وجود آورد، یه جسم جدید، یه روح جدید، یه قلب جدید به من سپرد، به من داد و بهترین روز زندگیم بود اون روز. اولین تغییر که توی زندگی من افتاد، به یه آرامش خیلی خاصی رسیدم از نظر ذهنی. یعنی اینکه توی کارام، شاید باورتون نشه، مثلا من خیلی سر کارم راحت تر بودم، ذهنم آرامش بیشتری داشت. من شغلم جوری بودش که خیلی دغدغه فکری داشتم، خیلی با استرس بود شغل من، مثلا شاید به آرامش بیشتری رسیده بودم، راحت تر کارامو انجام میدادم. چجوری بگم، حتی مثلا توی زندگی کاراتو بهتر میتونی انجام بدی با ایمانی که میاری. همیشه میگی خب مسیح هست و کمکم میکنه، من ایمان آوردم به اون، خب الان این مشکل برای من پیش اومده، ایمان دارم که مسیح کمکم میکنه، حمایتم میکنه. و به نظرم با توجه به اون ایمانی که بهش آوردی، صبری که بهت میده، صبری که به صبور میشی، اینا کمکت میکنه که مشکلات زندگیتو راحت تر حل کنی و هیچ کس توی زندگیش بدون مشکل نیست. و با توجه به ایمانی که به مسیح میاری، مشکلات تو راحت‌تر میتونی پشت سر بذاری. مسیح پشت و پناهت، مسیح حمایتت میکنه. تو فقط خودتو به اون بسپار، مطمئن باش، مطمئن باش که هیچ مشکلی برات پیش و همیشه ازت حمایت میکنه. هر اتفاقی هم که برات بیفته اون نجاتت میده، نجات دهنده است، خیالت راحت باشه. خیلی خیلی تغییر کردم، واقعا خیلی تغییر کردم. مثلا شاید اون موقع راحت قضاوت میکردم مردمو، به طور اتفاقی راحت قضاوت میکردم یا در موردشون خیلی شاید حتی فکرای مثلا چیزی به ذهنم میرسید، ولی از اون موقع به این ور نه، واقعا نه، حتی به خودم اجازه نمیدم. یعنی انقدر به آرامش ذهنی رسیدم که همیشه وقتی میخوام حتی کس دیگه ای مثلا یه کار اشتباهی میکنه یا چیزی میگم که نکن، مثلا عیسی مسیح دوست نداره، نمیپذیره، ما نمیتونیم، ما اجازه نداریم که کار اشتباهی انجام بدیم. خیلی کم شده، خیلی کمتر اشتباه میکنم، که اصلا دیگه کسی رو قضاوت نمیکنم یا در مورد دروغ نمیگم، سعی میکنم تا اونجایی که میتونم دروغ نمیگم، چون دوست ندارم دیگه حتی دروغ گفتن. شاید توی ایران که آدم بود اون زمان خیلی راحت میتونست دروغ بگه، قضاوت کنه، رفتار نادرست انجام بده، ولی واقعا از وقتی که ایمان آوردم به عیسی مسیح دیگه انجام نمیدم، دیگه انجام نمیدم، چون میدونم همیشه داره منو میبینه، همیشه پیش من هست، همیشه فکر منو میتونه بخونه، ذهن منو، همیشه صدای منو میشنوه. به خاطر همین خیلی چیزا تغییر کرده، رفتارهای نادرست تغییر کرده، درستشون کردم. یه آیه‌ای هست توی کتاب مقدس که میگه من نمیدونم که آیا عیسی مسیح گناهکار بوده یا نبوده، فرقی نمی‌کنه، فقط میدونم که کور بودم بینا شدم. و این واقعا برای من اتفاق افتاده، واقعا برای من اتفاق افتاده. یعنی توی کل زندگیم قبل از اینکه ایمان بیارم، اینه یه آدمی بودم که هیچ چیزی رو نمیدیدم، یعنی هیچ چیزی رو درستش رو نمیدیدم، شاید هیچ اتفاقی رو، هیچ کاری رو درستش رو نمیدیدم، توی تاریکی بودم. ولی واقعا از وقتی که ایمان آوردم چشمام باز شده، یعنی زندگی رو قشنگتر میبینم،
زندگی درست رو بهتر میبینم، درست زندگی کردن رو بهتر میبینم. و این ایمان به من کمک کرد، ایمان و اون احساسی، حسی که ازش میگیرم وقتی که دارم دعا میکنم، وقتی که صداش میکنم، باش حرف میزنم، همه اینا رو ازش دریافت میکنم و بجز هیچ چیزی، بجز خوبی و آرامش تا حالا دریافت نکردم. و این روی خانواده من خیلی واقعا تاثیر گذاشته. شاید توی خونه مثلا تا قبل از این مثلا خیلی سریع عصبی می شدم، دعوا می کردم، ولی الان نه، الان به خودم اجازه نمیدم که حتی بخوام یه برخورد کوچیک، برخورد بدی با پسرم داشته باشم، حتی زمانی که کار بد انجام میده. سعی می کنم با صحبت کردن، با قشنگ مهربونی و با احساس خوبی که بهش میدم راهنماییش کنم، با حتی با همسرم خیلی قشنگ تر صحبت می کنم، خیلی منطقی تر باهاش برخورد می کنم، با مشکلاتی که توی زندگی زناشویی پیش میاد، توی جامعه پیش میاد، خیلی راحت تر برخورد می کنم، عاقلانه تر، با آرامش بیشتر.